سرخط خبرها. آغاز به کار مجلس جدید ایران. روحانی از نمایندگان خواست منافع عمومی را بر مصالح جناحی ترجیح دهند. جنگ توییتری ترامپ، این بار با خود توییتر. رسانه محبوب رئیس جمهوری آمریکا درستی یک پست او را زیر سوال برد. و هشدار کارشناسان درباره وسایل حفاظت شخصی که از دریا سر در می آورند. اگر دفع نامناسب آنها ادامه یابد، ماسک‌های شناور از عروس‌های دریایی بیشتر می‌شوند. آغاز عصر جدید در مأموریت‌های فضایی. دو فضانورد ناسا با اسپیس اکس، اولین سفینه تجاری به اوج آسمان می‌روند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. من مجید افشار هستم. در ایران 11مین دوره مجلس شورای اسلامی کارش را آغاز کرد. این مجلس در پی انتخاباتی تشکیل شد که پایین ترین میزان مشارکت مردمی از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی را داشت و بسیاری از داوطلبان نمایندگی رد صلاحیت شدند. نمایندگان امروز در بیانیه‌ای گفتند یک پارچه پشت سر رهبر ایران ایستادند و هدفشان حل مشکلات کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری هم از مجلس جدید خواست با دولت همکاری کند و منافع ملی را بر مصالح جناحی ترجیح دهد. باران عباسی گزارش می‌دهد. زنگ آغاز به کار مجلس 11 و بیانیه نمایندگان از زبان مسن‌ترین عضو یا همان رئیس سنی مجلس. ما وکیل دوله نیستیم، معاند دوله هم نیستیم، بلکه می‌خواهیم برای حل مشکلات مردم با وحدت و یک پارچگی پشت سر رهبر فرزانه انقلاب دست در دست هم بدیم و مشکلات کشور را حل کنیم. اعلام فرمانبرداری یا دست کم همسویی کامل با رهبر ایران از سوی نمایندگانی اکثرا از طیف محافظه‌کاران، آنهایی که خود را اصولگرا و نو اصولگرا می‌خوانند و آن دسته که مواضع تندتری دارند، از اعضای جبهه پایداری تا گروهی از مدیران و وزیران دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران. مجلسی برآمده از انتخاباتی که پایین‌ترین میزان مشارکت در 40 سال گذشته را ثبت کرد، انتخاباتی که گروه گسترده‌ای از داوطلبان نامزدی در آن پشت سد شورای نگهبان ماندند. پیام مقام معظم رهبری است که انشاءالله مشعل راهمان در این دوره 4 ساله خواهد شد. آغازگر جلسه پیام آیت الله خامنه ای از زبان نمایندش. امام راحل عظیم الشان مجلس را در رأس امور دانستند. این را میتوان جامع ترین تعبیری دانست که شأن مجلس و نیز وظیفه آن را در یک جمله کوتاه اعلام میکند. این در حالی است که از نگاه منتقدان مجلس مدت هاست که فرسنگ ها از رأس امور فاصله گرفته. مجلسی که در دوره های پیشین بارها طرح ها و رأی هایش در پی پیغام های علنی، توصیه های محرمانه یا حکم های حکومتی رهبر ایران بی اثر شده و نقش چندانی در تصمیم گیری های مهم نداشته. از تعیین سرنوشت لایحه بودجه گرفته تا افزایش قیمت بنزین. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی. حسن روحانی که تنها 1 سال از دوره ریاست جمهوریش باقی مانده، خواهان حمایت نمایندگان جدید، کسانی که با توجه به گرایش سیاسیشان به نظر نمی رسد چندان در پی کنار آمدن با دولت باشند. با همکاری دولت و مجلس می توانیم یادگاری دائمی و مندگار برای دهه‌ها و حتی قرن‌ها برای مردم به یادگار بگذاریم و اون یادگار بزرگ قانون متقن صحیح کارآمد مفید برای جامعه. سوگند نمایندگان پایان بخش اولین روز دور جدید پارلمان.
و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند. استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند. سوگندی که عمل به آن از سوی نهادی به شدت تضعیف شده و متکی به رهبر از نگاه بسیاری بعید به نظر می رسد. باران عباسی، بی بی سی. فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس ایران از بوستون آمریکا با ما هست. خانم حقیقت جو، وقتی که نگاه میکنید به ترکیب مجلس 11 هم، به نظرتون شبیه تر هست به کدوم یکی از مجلس پیشین؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. به اعتقاد من این مجلس شباهت های زیادی به مجالس 7, 8 و 9 داره. همه این مجالس برآمده از یک انتخابات غیر آزاد هست که همطور که در این گزارش اعلام شد بسیاری از کاندیداها رد صلاحیت شدن. تفاوت دیگه این مجلس اما حتی با اون مجالس سگانه اصولگرایان این هست که در واقع مشارکت مردم در این انتخابات پایین ترین سطح مشارکت رو داشته، به گونه ای که به غیر از شهر تهران میزان آرای نمایندگان به طور متوسط بین 7000 تا 8000 نفر هست که این عدد بسیار بسیار کمی هست. به نظر نمیرسه که این مجلس به نمایندگی از ملت میپردازه. از این حیث میشه گفت که این مجلس بله قربانگوست، که مجلسی است که در واقع نگاه سیستماتیک برای حل مشکلات اقتصادی، مسئله فساد سیستماتیک در کشور و بحران‌های زیست محیطی نداره، چرا که خود این مجلس برآمده از یک فساد سیاسی اقتصادی در کشور هست. خانم حقیقت‌جو، نگاه میکنیم به آنچه که در سال پایانی مجلس دهم اتفاق افتاد، اتفاقاتی که به هر حال جایگاه مجلس رو زیر سوال برد، فکر میکنید رویکرد حاکمیت تشکیل شده از دولت و هسته سخت قدرت در ایران رویکردشون نسبت به این مجلس چگونه خواهد بود؟ به اعتقاد من اساساً تفاوتی نمیکنه، گرچه در واقع در پیام افتتاحیه این مجلس آقای خامنه‌ای ذکر میکنه که مجلس در رأس امور، اما مجلس اساساً در رأس امور در جایگاه نظام نیست، به این دلیل که برآمده از یک انتخابات آزاد نیست و حتی اگر برآمده از انتخابات آزاد بود، این مجلس حق قانون گذاریش در طول سالهای مختلف گرفته شده و اساساً نگاه نظارتی هم نداره. حتی اگر به مجلس دهم نگاه کنیم، بیش از 3000 سوال فقط از هیئت دولت شده، در حالی که مجلس ناظر بر تمامی قوای کشور هست و اساساً چنین مجلسی کارکرد نداره. بله همسوترن، اینها بیشتر به دفتر رهبری نگاه میکنن که ببینن که نظر آقای خامنه‌ای و دفتر ایشون در حوزه‌های مختلف چه خواهد بود. ممنونم از وقت شما فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس ایران از بوستون. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که آمریکای لاتین به مرکز جدید شیوع کرونا تبدیل شده. شمار جانباختگان در برزیل، مکزیک و پرو طی 2 تا 3 هفته تقریبا 2 برابر میشه، در حالی که چنین افزایشی در کانون‌های اروپایی کرونا از 4 تا 7 ماه طول میکشه. همزمان خبرهای زد و نقیزی درباره مهار این ویروس شنیده میشه، کاهش محدودیت‌ها در بعضی نقاط و افزایش ناگهانی مبتلایان در نقاط دیگر. کیوان حسینی گزارش میده. برای کره جنوبی امروز می توانست نقطه عطفی در مقابله با کرونا باشد.
روند بازگشایی مدارس در این کشور به مرحله آخر رسید و 2 میلیون دانش آموز این کشور که از آغاز بحران کرونا خانه نشین شده بودند، روز چهارشنبه به سر کلاس درس بازگشتند. تصویری امیدبخش در کشوری که از آن به عنوان یکی از نمونه‌های موفق مهار کرونا نام برده می‌شود و در هفته‌های اخیر تعداد مبتلایان جدید گاهی حتی یک رقمی بوده. اما وقتی سخنگوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های کره جنوبی روز چهارشنبه در برابر خبرنگاران قرار گرفت، خبر خوبی برایشان نداشت. به گفته او، در 24 ساعت گذشته 40 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی شده که بیشترین تعداد مبتلایان در 49 روز گذشته است. از 40 مورد جدید، 30 نفر از مبتلایان اینجا کار می‌کردند. یک انبار محموله‌های پستی. نشانه نگران کننده از این که بعد از کاهش محدودیت‌ها این امکان وجود دارد که ویروس کرونا به سرعت در میان گروه‌های کوچک اما مرتبط با هم بار دیگر گسترش یابد. زنگ خطر بعدی هم اینجا به صدا درآمد. آمریکای لاتین، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که این منطقه به مرکز جدید شیوع کرونا تبدیل شده و در میان کشورهای آمریکای لاتین، برزیل بیش از هر کشور دیگری با همه‌گیر شدن کرونا روبروست. در این کشور تاکنون حدود 400 هزار مورد ابتلا به کووید 19 و حدود 25 هزار مرگ گزارش شده، اما کارشناسان میگویند که احتمالاً میزان شیوع کرونا در برزیل بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در اروپا هم درد کرونا به درد اقتصاد درآمیخته. این تصاویر زیبا از کاخ ورسای در نزدیکی پاریس در واقع نتیجه محدودیت‌های رفت و آمدی است که موجب شده تا این جاذبه توریستی اینچنین خالی از بیننده باشد، جایی که سالانه بیش از 10 میلیون نفر از آن بازدید می کنند. جای خالی این میلیون ها بازدید کننده در واقع به معنای جای خالی پولی است که آنها با خود به اقتصاد فرانسه اضافه می کردند. بر اساس آمارهای رسمی که دولت فرانسه امروز منتشر کرد، این امکان وجود دارد که اقتصاد این کشور در 3 ماهه دوم سال 2020 حدود 20% کوچکتر شود. فرانسه عملاً 3 ماهه نخست سال جاری میلادی را در رکود ناشی از شیوع کرونا به سر برده، وضعیتی که کمابیش بسیاری از قدرت‌های اقتصادی اروپا با آن روبرو بودند. کیوان حسینی، بی بی سی. شبکه توییتر برای اولین بار با اضافه کردن اخطاری به یکی از توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلویحاً صحت محتوای اون رو زیر سوال برده و امکان درستی سنجیش رو فراهم کرده. همیشه از مدیران توییتر انتقاد می‌شد که در برابر اظهارات نادرست و اطلاعات غلطی که سیاستمداران منتشر می‌کنند کاری نمی‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش پوریا جعفری. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. حالا توییتر هم به جمع رسانه‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آنها خشمگین است اضافه شده. تا همین چند روز پیش تصور عمومی این بود که آقای ترامپ این شبکه اجتماعی را به روش‌های سنتی خبررسانی ترجیح می‌دهد، جایی که می‌تواند به راحتی بدون واسطه با مخاطبش ارتباط برقرار کند. اما حالا انگار شرایط عوض شده. در حالی که فقط کمتر از 7 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، این کشور هنوز به شدت درگیر بحران کرونا است و پیش بینی می شود که این بار حجم زیادی از رأی‌گیری برای این انتخابات از طریق پست انجام شود. یکی از ایالت‌هایی که فرماندارش زودتر از بقیه برای رأی‌گیری پستی دست به کار شده کالیفرنیا است، ایالتی با بیشترین سهم در تعیین رئیس جمهوری آینده آمریکا. آقای ترامپ از این حرکت فرماندار خوشحال نیست. وقتی رأی‌گیری رو پستی برگزار می‌کنی، راه تقلب رو باز می‌ذاری. میشه راحت اونا رو دزدید، برگه نو چاپ کرد و یک صندوق دیگه تحویل داد. اصلا نمی‌دونی که این رأی‌ها رو دوبار شمردن یا نه. درو می‌کنن. می‌دونی درو کردن یعنی چی؟ همه رأی می‌ذارن توی صندوق و پرت می‌کنن تو، هیچکی نمی‌دونه که اینها تقلبی هستن یا نه. صحبت‌هایی که مشابهش در توییتر منتشر شد. محال است، احتمال صفر که رأی‌های پستی اکثراً تقلبی از آب در نیایند. صندوق‌های رأی را می‌دزدند، برگه‌های رأی را تغییر می‌دهند یا حتی غیرقانونی چاپ و امضا می‌کنند. فرماندار کالیفرنیا دارد برای میلیون‌ها نفر برگه رأی می‌فرستد، برای هر کسی.
دستاندرکاران این شبکه اجتماعی مجبور به واکنش شدند. از نظر آنها این گفته که رأی پستی در کالیفرنیا میتواند تقلبی باشد گمراه کننده است و به حقایق بیشتری احتیاج دارد. توییتر با گذاشتن یک برچسب هشدار زیر پست جنجالی آقای ترامپ به صفحه لینک داد که ادعای او را اثبات نشده توصیف میکند. رئیس جمهوری هم در جواب گفت که با نقض آزادی بیان خواهد جنگید. در دوره قبلی شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای اصلی موفقیت دونالد ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید بودند. حالا سوال اینجاست، اگر رابطه رئیس جمهوری آمریکا با شبکه محبوب توییتر از این خرابتر شود، چه کسی و چقدر ضرر می‌کند؟ پوریا ژافره، BBC. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن به ما پیوسته. خشایار، کمی بهمون بگو از واکنش آقای ترامپ. آقای ترامپ همین یک ساعت پیش در توییتر خط و نشان کشید مجددا برای این شبکه اجتماعی و گفت شبکه‌های اجتماعی بهتر هست همین حالا خودشون رو اصلاح کنند. آقای ترامپ در توییتی که منتشر کرد نوشته جمهوری‌خواهان حس می‌کنند شبکه‌های اجتماعی صدای محافظه‌کاران را خفه می‌کنند. ما آنها را یا به شدت تنظیم می‌کنیم یا اینکه می‌بندیمشون و دیگر اجازه نمی‌دیم که این موضوع تکرار بشه. نوشته دیدیم که در سال 2016 سعی کردن چه کاری انجام دهند و شکست خوردن. آقای ترامپ روز گذشته هم بلافاصله نسبت به این اقدام توییتر واکنش نشون داد و در اون زمان نوشت که توییتر می‌خواد در انتخابات دخالت کنه، می‌خواد که آزادی بیان او را نقض کنه و گفت به عنوان رئیس جمهور مانع از این اقدام میشه. به هر حال آقای ترامپ رئیس جمهوری هست که به عنوان رئیس جمهور توییتری شناخته میشه، فردی هست که میلیون ها نفر در توییتر چه در داخل آمریکا چه در خارج از آمریکا او رو دنبال میکنند. مطالبی که در توییتر منتشر میشه گاهی جلوتر از زمانی است که حتی آقای ترامپ اون مسائل رو به اعضای کابینه خودش اطلاع داده و همه دنبال میکنن ببینن آقای ترامپ چی میگه، بخصوص دعواهایی که او انجام میده با منتقدینش چه در رسانه‌ها چه در بین سیاستمداران. و این موضوعی هم نیست که فقط به 3.5 سال گذشته دوران ریاست جمهوری او مربوط بوده باشه، سابقه طولانی داره. و توییتر چه شد که در نهایت دست به چنین کاری زد؟ اصولا همونطور که خودت هم گفتی آقای ترامپ میلیون‌ها دنبال کننده داره، 80 میلیون نفر او رو دنبال میکنن در توییتر و اصولا او یکی از چهره‌های بسیار مهم توییتر است. توییتر هم قطعا نمیخواد او رو از دست بده، اما چه شد که چنین کاری کرد؟ مخالفان آقای ترامپ همواره توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی رو البته متهم میکنن که وقتی که صحبت از آزادی بیان میشه که در آمریکا طبق قانون اساسی این کشور آزادی بیان اولین متمم قانون اساسی این کشور هست، اما به آزادی بیان مطلق نیست، در رابطه با افترا و تهمت محدودیت‌هایی وجود داره. منتقدان آقای ترامپ میگن که زمانی که به این قضیه میرسه استانداردی که توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی در رابطه با آقای ترامپ دارن رعایت میکنن متفاوت با دیگران هست و اینکه دست او رو خیلی باز گذاشتن که هر چی میخواد بگه. البته توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی همواره موضوع رو رد کردن. اما روز گذشته شاهد این بودیم که بعد از اینکه آقای ترامپ یکی از منتقدان سرسخت خودش در شبکه تلویزیونی MSNBC جو سکاربرو، یکی از مجریان شناخته شده این شبکه، فردی که منتقد آقای ترامپ هست، فردی که سابقا در نماینده کنگره آمریکا بوده، رو آقای ترامپ مورد حمله قرار داد و تلویحا شایعی رو تکرار کرد که مربوط هست به 19 سال پیش، زمانی که یکی از دستیاران آقای سکاربرو یه خانومی بوده جانش رو از دست میده، کشته میشه و این شایعه آقای سکاربرو رو متهم میکنه که زینف هست در این قتل. آقای ترامپ این رو در توییتر منتشر کرده. همسر این فردی که مقتول هست نامه‌ای نوشته به رئیس توییتر، شکایت کرده که این موضوع او و خانواده متوفا رو آزرده کرده و خواهان این شده که این موضوع حذف بشه از توییتر. توییتر در پاسخ گفته از این موضوع متاسف است اما این کار رو انجام نمیده، بنابراین دست به این توییت نزد. اما بلافاصله زمانی که آقای ترامپ توییتی مطرح کرد در رابطه با رأی‌گیری پستی در انتخابات آمریکا، موضوعی که هفته هاست درباره او داره صحبت میکنه و انتقاد میکنه از فرمانداران دموکراتی که میخوان به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا و اینکه مردم نگرانن به پای صندوق‌های رأی برن از راه پستی استفاده کنن، زمانی که انتقاد کرد
توییتر اومد یک علامت تعجب گذاشت و زیرش یک لینک داد که بیایید واقعیت‌ها در مورد قضیه رو ببینید، که استناد داشت به مطالبی که در شبکه‌های خبری منتشر شده در رابطه با این قضیه که صحبت آقای ترامپ رو به زیر سوال می‌بره. ممنونم ازت خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن. با وجود پایان آتش‌بس 3 روزه، منابعی در وزارت دفاع افغانستان میگویند امروز در هیچ نقطه‌ای از کشور درگیری و عملیات بزرگی از سوی طالبان صورت نگرفته. منابعی در حکومت افغانستان و گروه طالبان به بی بی سی گفتند که به صورت غیر رسمی تا 1 هفته دیگر آتش‌بس ادامه خواهد داشت و طی این مدت زندانیان بیشتری از هر دو طرف آزاد خواهند شد. از طرف دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته به خروج نیروهای آمریکایی قبل از زمان ذکر شده در موافقتنامه دولتش با طالبان علاقه‌مند است. این باعث نگرانی مقام‌های دفاعی آمریکا شده که معتقدند خروج زود هنگام نیروها ممکن است به خشونت بیشتر در افغانستان منجر شود. نسیر نوا از کابل گزارش می‌دهد. آتش‌بس شماری را به جاده‌های سفر کشاند. دل به دریا زدند و بی‌اعتنا از شیوع ویروس کرونا از این فرصت استفاده کردند. فرصتی که بدون آتش بس پرخطر است و حالا هم برای مدت کوتاهی بود. فقط 3 روز. دولت از گروه طالبان خواسته آتش بسی را که دیشب به پایان رسید تمدید کنند. اما این گروه هنوز پاسخی نداده. هر دو طرف به نحوی اراده‌ای برای صلح نشان دادند. طالبان با اعلام آتش‌بس 3 روزه و دولت با اعلام رهایی 2000 زندانی به نشانه حسن نیت که دیروز 900 نفرشان آزاد شد. منابعی هم می‌گویند از شب گذشته تا کنون درگیری بین دو طرف رخ نداده. مسئله‌ای که گمانه‌زنی‌هایی برای ادامه غیررسمی آتش‌بس به وجود آورده. از طرفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هر چه زودتر تمام نیروهایش را از افغانستان خارج می‌کند و شمار نیروهای آمریکایی در این کشور حالا به 7000 نفر رسیده. در حالی که نظر به توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان ضرب العجل کاهش نیروهایشان به این اندازه 2 ماه دیگر بود. ما آنجا فقط مثل سرباز نبودیم، بلکه شبیه یک پلیس انجام وظیفه کردیم و قرار نبود که ما آنجا پلیس باشیم. 19 سال شد و فکر میکنم کافی است. آنها هم میفهمند و ما گفتگوهای مثبت داشتیم. میخواهیم سربازان را به خانه برگردانیم، هر چی زودتر. شماری معتقدند این تصمیم شاید منجر به افزایش خشونت‌ها در افغانستان شود. اما آقای ترامپ یک بار دیگر تأکید کرده که در صورت نیاز به نیروهای آمریکایی آنها به سرعت به افغانستان باز خواهند گشت. دولت افغانستان هنوز واکنشی به این تصمیم نشان نداده، اما پیش از این بارها گفته بود بار جنگ به دوش نیروهای امنیتی افغانستان است و نیروهای خارجی فقط برای مشوره و آموزش حضور دارند. به باور بسیاری همانطور که خود دونالد ترامپ گفته، آمریکا دیر یا زود از افغانستان می رود و همه آنچه حل نشده باقی مانده باید در میز مذاکره میان دولت افغانستان و گروه طالبان حل شود. مذاکراتی که با وجود تسریع روند رهایی زندانیان دو طرف و آتش‌بسی موقتی هنوز معلوم نیست چه زمانی آغاز شود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. اولین سفینه تجاری آمریکا به نام اسپیس اکس امروز 2 فضانورد ناسا رو به ایستگاه فضایی بین المللی میبره. ماموریتی که آغاز یک عصر جدید در سفرهای فضایی خونده شده. جزئیات بیشتر این ماجرا در گزارش ربکا مورر، خبرنگار علمی بی بی سی. آماده برای پرواز. این یک سفینه تجاری است که با فضانوردانش عازم فضا می شود. سالهاست که آنها برای این ماموریت آموزش دیدند. هر وقت که ما قرار اولین پرواز با یک سفینه را انجام بدیم خیلی هیجان داریم، چون ریسکش بالاست. برای همین خلبانان کارآزموده‌ای داریم. کار سخته ولی اونا عاشق اینجور ماموریت‌های تازه هستند.
سفرهای فضایی در آمریکا قدمت زیادی دارند. از ماموریت‌های آپولو که فضانوردان را به ماه برد تا ماموریت‌هایی که مردان و زنان فضانورد را بالای مدار زمین می‌برد و برمی‌گرداند. الان نزدیک 10 سال است که خلبانان ناسا جای خود را در سفینه‌های روسی محفوظ نگه می‌دارند. اما این سفینه جدید بار دیگر توانایی آمریکا را برای سفرهای فضایی احیا می‌کند. این که مالک سفینه یک شرکت تجاری به نام اسپیس اکس است برای سازمان فضانوردی آمریکا یک تحول بزرگ به شمار می رود. اساساً ناسا گفت شما به ما پولش رو بدید، ما هم به شما یک سفر فضایی میدیم و این کمک کرد تا ناسا بتونه از امکاناتش برای کارهای دیگه استفاده کنه. اینجا بود که ناسا تونست به ایده های بزرگ فکر کنه و به جای خرج کردن این همه امکانات برای کاری که قبلا هم انجام میداد، گفت بذار روی ماموریت های بزرگ، مثلا سفر به مریخ تمرکز کنیم. پارسال یک عروسک آزمایشی را برای محک زدن یک سفر فضایی داخل سفینه گذاشتند. اما الان وقتش رسیده که اصل جنس را به ماموریت بفرستند. از زمان شیوع بحران کرونا، کشورها سخت درگیر سفارش و خرید تجهیزات ایمنی شخصی برای کادر پزشکی بودند تا از اونها در برابر ویروس محافظت کنند. ولی این وسایل که عمدتاً پلاستیکی هستند، بعد از مصرف چه بلایی سرشون میاد؟ تیم آلمن درباره خطرات دفع غیر ایمن این وسایل گذشت. در آب‌های سواحل جنوبی فرانسه هم یکی از عواقب ناخواسته کرونا پیدا می‌شود. این ویدیو را یک فعال فرانسوی محیط زیست به نام لاران لامبا گرفته. دستکش‌های یک بار مصرف کف آب نشستند. فقط هم دستکش نیستند. ماسک صورت هم دیده می شود. مشتی نمونه خروار از آلودگی آبهای مدیترانه به پلاستیک. لاران لامبا عضوی از کارزار زیست محیطی به نام عملیات دریایی است که اقیانوس‌ها را میراثی بشری می داند که باید به آن ارج گذاشت. یافته های او بعد از 2 ساعت غواصی بود. 10 بطری پلاستیکی در کنار دستکش‌ها و ماسک های صورت. تقاضا برای تجهیزات حفاظت شخصی خیلی بالا بوده. همه کشورها در تکاپو برای جمع‌آوری بیشترین مقدار ممکن از این لوازم هستند. گفته می‌شود که فقط فرانسه به تنهایی 2 میلیارد ماسک صورت سفارش داده. به نظر می‌رسد مقداری از این 2 میلیارد ماسک در آب‌های دریا رها شده. این نوعی دیگر از آلودگی است که متخصصان هشدار می‌دهند اگر برای آن چاره‌ای پیدا نشود، به زودی شاهد این خواهیم بود که تعداد این ماسک‌ها از عروس‌های دریایی هم بیشتر شود. تیم اولمن، BBC نیوز. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.